خب این هم در برابر مردم دنیا این اصول رو اظهار کرد و متعهد شد به اونها. در ایران همون در روزهای نخست بر سر روسری که معروف شد به روسری یا توسری، ایشون که من بهش گفتم شما در فرانسه گفتید زنان آزادن در پوشش خیش، به من گفت که من از راه مصلحت در اونجا سخنانی را گفتم و حالا هم مصلحت می‌بینم خلاف اونها را بگم. از اینجا در واقع به اصطلاح دو گرایش در اون بدیل در واقع نیروی جانشین پدید آمد. یکی که متعهد می‌دید خود رو به اصول راهنمای انقلاب ایران، یکی که نه، خود رو متعهد می‌دید به قدرت. و شما می‌دانید که کسانی که به قدرت تعهد دارند، اینها ساختاری که انقلاب انجام می‌شیرد برای تغییر اون، نه، او رو نگه می‌دارند، خود هم جذب اون ساختار می‌شوند. این از ستون‌پایه‌های جدیدی هم اجرا شد. حالا البته اون وقت ما نمی‌دونستیم یک برنامه محرمانه هم وجود داشته بر مبنای مثلا قدرت محوری آقای خمینی، که اون در عمل انجام می‌شد بدون اینکه گفته بشود که این همچه برنامه‌ای قبلا بوده. این برنامه رو، برنامه محرمانه رو منظورتون کدام برنامه است آقای بنی صدر؟ یه برنامه است که آقای دکتر یزدی در جلد سوم کتاب خود اون رو تشریح کرده، که با آقا میگوید که با آقای خمینی پیشنهاد شده، ایشون و آقای احمد خمینی و آقای مهندس بازرگان و آقای مطهری از آن مطلع بودن فقط، که بر طبق آن رهبر صاحب اختیارات مطلق، شورای انقلاب مجری اوامر رهبر، حزب واحد برای مثلا راه بردن مردم و ستون‌پایه های جدید قدرت که همین سپاه پاسدار و دادگاه انقلاب و این حرف هست. و این شما در جریانش قرار نداشتین و این طرح محرمانه در پاریس یعنی تهیه شده بود؟ این بله، اینطور که آقای دکتر یزدی نوشته در اینجا به تصویب آقای خمینی رسیده بوده و ایشون در واقع دو صورت، یک صورت داشته یک محتوا. صورتش خط و ربط استقلال، آزادی، حقوق انسان، دموکراسی، حتی پیشرفته تر از دموکراسی غرب، برای اینکه بنابر قول اینکه از سخنی که از زبان ایشون جاری شد، این مردم ایران در اداره امور خویش شرکت میکنند. این با هنوز در غرب همچه پیشرفتی در دموکراسی های غرب نشده. این است که خب اون وقت مجله نوول ابسرواتور وقتی نوشت آیت الله لیبرتر، اون که خبر از این نه، او خبر داشت نه ما خبر داشتیم. آیت الله آزادی خواه. آقای بنی صدر، شما چه زمانی ناامید شدید از ببینید اجازه بفرمایید خیلی صریح سوال کنم، چه زمانی دیدید که فریب آیت الله خمینی رو خوردید؟ والا حالا فریب خیال نمی کنم معنی داره، برای اینکه گفتم یک انسان‌های بدیل وقتی اون توانایی نداره که به قدرت بگه نه، اوست که فریب خورده. ما سر خط خودمون ایستادیم که خط استقلال آزادی بود. چه زمان اعتماد کردین به هر حال شما به آقای خمینی؟ منظورم از این زاویه است. بله اعتماد کردم، صحیحه، اعتماد کردم، برای اینکه اون مرجع تقلید بود و ما او رو نماد معنویت میدونستیم و میگم ما میریم میگم قوم و دولت. اصلا یکی از اون اصول این جدایی دولت از بنیاد دینی بود که روحانیت صراحت ایشون گفت که در دولت دخالت نمی کند، حالا که این تمام دولت شده قبضه روحانیت.